جمهوری اسلامی آقای شرفشاهی تو داخل کشور دو تا جناح درست کرده برای سرگرمی خودش و مردم. جناح اصلاح طلب رو با پول امریکایی‌ها انا از زمان خاتمی فعال کردن برای سرگرمی خارج از کشور و یک سری پول گرفتن و به حلق این اصلاح طلب ها ریختن میلیاردها دلار، و یک گروه هم گروه های مختلفی هم، ولی مجموعهشون میشه اصلاح اصولگراها در داخل کشور، که اینها برای حزب اللهی و خرم مقدسه و فلان نه هستن و الی آخر. دقیقا الان استاد چرفشی دو تام رهبر جعل کرده جمهوری اسلامی، یعنی دو تا رهبر داره ایران، که یکیش مال خارج از کشوره، یکیش مال داخل کشوره. یعنی مجتبی خامنه ای از نظر دیدگاه خارجی ها و خارج، چون سفر به خارج هم میکنه، برخوردم میکنه باهاش، هم همه چیز رو دیل میکنه و اینها، اون رو باباش گذاشته که خارج از کشور میره مثل اصلاح طلبها، چون اصلاح طلبها اونطور که باید گوش به حرف کنه خامنه ای نبودن. اینایی که من میگم جدیده، تا حالا کسی نشنیده اسرارش، چون ما را تو خارج از کشور مدت هاست، داخل مردم من هم همینطوره استاد سیروس شرفشاهی، میفرستن مردم دنبال نخودسیا، دنبال نخودسیا که میفرستن، جو خارج از کشور هم همه تو دست جمهوری اسلامی و مردم ما آگاهی پیدا نمی کنن و نمیدونن چی به چیه، راستشو بخوان همین نمیدونم چی به چیه، موجب میشه که یهو اینا اصلا، ما میگم 20 میلیون 25 میلیون، اصلا 10 میلیون برای سفاری که ما دیدیم اینجا، چون من میدیدم تلویزیون جمهوری اسلامی رو و جاهای دیگه، برحال یه چند میلیون این میرن پای صندوق های رأی اینها. من نمیدونم چطوریست که اینها میرن پای صندوق رأی اینها، همین چند میلیون، 86 میلیون ما آدم داریم تو مملکت، اینا بیش از 60 میلیون میتونستن رأی بدن. خود جمهوری اسلامی گفت که زیر 50% رفتن رأی دادن، یعنی بازم هر چی باشه بالای 50% همونایی که حق رأی دادن داشته نرفتن مشارکت کنن، و رأی هم که نه بوده، همش انتصاب بوده، انتصاب. بعدم همه بازی بود که ما دیدیم که تو این بازی ها اصلا یکی دو تا اومده بودن که یک جناحی رو تقویت کنن اینا، ولی این رو من میخوام اینجا به شما بگم، هدف این بود که، یعنی دیل شده بود با جهان که جلیلی رو بزنن رئیس جمهور، چون هرچی احمقتر بیشعورتر بهتر. این در طی این سالها هم نشون داده به خارجی ها که یک آدم هپلو هپو و دستشوی هم میخواد بره از رهبر اجازه میگیره، یعنی توی مذاکراتی که همین پاریس اومده، جای دیگه اومده، که سعید جلیلی واقعا وقتی جلیلی، شوخی نمیکنه، اما مردم شوخی نیست، اینا جدیه، وقتی میخواد میز مذاکره رو ترک کنه بره دستشویی، این گوشش اجازه میگیره از رهبر میره بعد میاد. اینا این رو گفت، برای همین سیمپسون ها اینا عکس جلیلی رو منتشر کردن، سیمپسون ها که جهان رو که میگردونن بر قدرت ها پیش دستی میکنه میگه، ولی من تو همین برنامه شما گفتم عکس منتشر کردیم که پزشکیان میشه، یعنی اینجا دوتا خامنه ای بر اساس قولها و قرارهایی که با خارجی ها گذاشته بودن عمل نکردن، به چای جلیلی رو در بودن. حالا میگه سگ زرد برادر شغاله، یعنی این پزشکیان هم چیزی نیست. اول اینجا دون از عکس‌ها رو که بتونیم ببینیم، عکس پزشکیان آقای شرفشاهی، که این پزشکیان همونطور که من از روز اول گفتم اسمش پرویز پزشکیان نیست، اسمش از سید مرتضا پوزنده، پوزیده، 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 مثل پوسیده، اسمش از سید مرتضا پوسیده. این سید مرتضا پوزیده اسمش بوده که بعد میره عوض میکنه، و مثل شناسنامه احمدی نژاد، این هم هنگامی که انتخابات بود رفت بود برای ثبت نام میگیره مشخص میشه، و بعدم خود اطلاعاتی ها اینها خودشون اصل شناسنامه رو منتشر کردن که شما عکسش اونجا دارین، بچه ها میتونن نشون بدن، میبینید که اولا اسمش از سید مرتضا پوزنده، بعد این رفته و نام پرویز پزشکیان رو برای خودش انتخاب کرده بعد از اینکه رفته و دکترا خونده. اما این آدم کیه؟ یعنی فکر نکنین این کمتر از قالیباف در کشتار مردم ایران. اینا همه پاسدارن، استاد سیروس شرفشاهی از دم پاسدارن. و من موندم که این مردم ما چطوری به خودش اجازه میدن که کسانی که از کله شماها منار ساختن توی 1400 سال،
آسیاب گردوندن از خون نیاکان شما، جویبارها را با آب خونای مردم و شما رو قاطی کردن را انداختن. از 1400 تا الان که زدن بچه شما رو میکشن، همه اینا قاتل اینا، و شما اصلا اجازه میدین که روی این قضیه بیاین بحث کنید که برید رأی بدید یا نرید رأی بدید. این مهمه، این بلاهت و جهالت و نادانیه که میلیون ها ایرانی نازنین هموطن من دارن از اون جمعیت 86 میلیونی، این واقعا اعجاب انگیزه. حالا اگه عکس نشد بیان کارگردان برنامه اگر ویدیوی اول رو نشون بده، مال خانم مینا احدی است. در این ویدیوی نخست استاد شرفشاهی، خانم مینا احدی که معرف حضور همه هست، شخصیت سیاسی چپ هست، سالهاست داره مبارزه میکنه، ایشون همکلاسی پزشکیان بوده. خانم مینا احدی همین هفته پیش قبل از اینکه انتخابات انجام بگیره اومد یه صحبتی کرد و چند تا سوال از این پزشکیان کرد و نشون داد که این آقای پزشکی اصلا کی هست و چه کرده در هنگامی که انقلاب شده، در روزهای نخست انقلاب. نمیدونم فیلم آماده است، میتونیم ببینیم فیلم خانم مینا احدی رو یا نه؟ الو کارگردان برنامه، بعد آقا این فیلم رو نشون بدین. کجا میرین آقای کارگردان؟ بله بله، این خانم مینای احدی از همکلاسی های آقای سید مرتضی پوزیده، معروف به پرویز پزشکیان هست، که به ما نشون میده که ایشون پاسدار که بوده اوایل انقلاب، با دانشجویان در دانشگاه تبریز چه میکرده. ببینید اینو، این هم کلاسیشه داره میگه. خانم محترمی هست خانم احدی مینا. بله بفرم. مرسی کارگردان برنامه. نه نه، این یه این قالیباف نه، اون یکی دیگه داریم، خبر بودن برای رژیم دیگه، و یکیش هم که پزشکیانه که خانم مینا احدی. حالا هر کدوم میخواد کارگردان برنامه بذاره از دم، سپر جان بذاره هر کدوم بخواد. بعد اون بعدیش آماده کنیم بر بعد. اون نامه ای که نوشته شده بنده نوشتم، آقای سلیمانی بودیم. اینو چرا دارم میگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسه خیلی به ما حرف زدن، همین الان هم کجا بری به ما دارن حرف میزنن. کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری، راه افتادم، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم. عکس من الان روی موتور هزار با چوب هست. آوازم خالقی با سرم کف خیابون، که کف خیابون رو اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوبزنهای افتخار منم هست. از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب میزدیم تو خیابون دانشگاه و دانشگاه اونجا میزدیم، جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جزو داردسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم داردسته مسعود رجبی بودن. از اون روز ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب میزدیم. یادم نکرد من سردار فرمانده نیرو هوایی هم طوری چی کف خیابون اینجا کف خیابونه. ولی همین قالیباف فرمانده نیروی انتظامیه، وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نه؟ بیا بالا من نگاه کن، من نگاه کن، من نگاه کن. تاریخ قضاوت میکنی که چه چی کار کرد. خودم رو نفروختم، گفتن آقا نخون. من چون ایران دوست دارم، گفتم چشم. چون دوست دارم مردم ایران رو دوست دارم، گفتم چشم. یک نفر پیدا نمیشه بگه گل پا به ما یه بدی کرده. خودشون میدونم به من بدی کردن، ولی من خندیدم و دوستی کردم جایگاه و برگشتم. ببینین 40 سال اول، 50 سال اول چرا مردم گمراه شده بودن گلپا نمیگفتن؟ چرا رفتن دنبال
اصلا میگفت موسیقی پاپ ما می کسب قدرت چه چقدر مردم رفتن سر دست شکستن، یعنی همه اونایی که قالیباف رای دادن و میدن و همینطور مثل جنایتکار هستن که بچه ها دیدین از بالا پرت میکردن پایین. و خود قالیباف قبل شیرینی که گفت من نامه نوشتم و من فرمانده بودم وقتی این کار میشده. حالا چرا ما صدای گلپا رو گذاشتیم روی این؟ به خاطر که دیدی صدای گلپا بغضارود، اندوهگین و گریان بود که میگفت من 40 سال اینا چجور سانسور کرده. یک نمونه بود گلپا. ولی گلبا روان شاد وقتی که بارها اینجا بود تا صحبت میشد دانشجویان، چون موقع جریان دانشجوی من با بچه ها همشون اینا در تماس بودم، کاری مهمی کردیم همه حالا بگذاریم، گلبا هر موقع یاد یه قضیه میافتاد گریهش میگرفت، میگفت واقعا بچه های مملکت، میگفت افسرها و تیمسارها و اینای ما رو زدین کشتین، نسل جوان و سر 20,000 نفر نسل امجدیه رو کشتین، حالا رفتین دانشجو رو بالا دستشون بندی پرت میکنی پایین. خب این که از قالیبافتون که شخص اولتون بود برای انتخابات یا دوم هرچی یا سوم به درک، اینه که رئیس جمهورش کردن ببینین کیه، این سید مرتضی پوزیده رو ببینید کیه، ببینید ببینید کارگردان عزیز، میبینیم این شهادت خانم مینا احدی همکلاسی پزشکی ها. در شبکه های اجتماعی ویدیویی از مصاحبه پزشکیان دست به دست میشه که در مورد این حرف میزنه که در دانشگاه تبریز قبل از اینکه خمینی فرمان حمله سراسری به زنان را بده، پزشکیان و اطرافیانش انجمن اسلامی که درست کرده بودن حمله به زنان را شروع کردن، قبل از اینکه بحث انقلاب فرهنگی در سطح سراسری مطرح بشه انقلاب فرهنگیشون را در دانشگاه تبریز شروع کردن، قبول نداشتن. من خودم کاملا یادم اوائل، بله شما راست میگی، سال 57 توی تظاهراتی بودیم و حمله کردید به ما و فرار کردیم، یک دختر جوان 16 ساله زمین خورد، من یادم برگشتم آفتاب خیلی تندیم بود که کمک بکنم اون بلنشه، زیر اون نور شدید آفتاب برق چاقویی که دست یکی از شماها و شاید تو بودی که بالای سر ما ایستاده بودی رو دیدم و همون موقع دیدم که ما با یه جریانات و با افراد یا فالانش‌های کاملا انسان‌کشی طرف هستیم که فعلا دارن تهدید میکنن که با چاقو ما رو خواهند زد. من بهشون برای اینکه تناسب قوا اون موقع کاملا اینطوری بود که چپ‌ها و معترضین قدرت رو داشتن در دانشگاه و من در کمال ناباوری دیدم از جیبش یه کلت در آورد و گفت که میزنم اگه حجاب رعایت نکنی. اون اولین حمله ها بود به زنا و تو داری الان اعلام میکنی، بله سازمان دهنده اول حمله به زنا و چاقو کشی و بعدنم اسلحه کشی شما بودی که الان داری مطرح میکنی. من همون موقع کاملا یادمه که یه کتی تنم بود و اینطوری کتم رو باز کردم گفتم اگه جرأت داری شلیک کن و همون موقع یک لحظه ای فکر کردم ممکنه واقعا بزنه، به خاطر اینکه داشتین شروع میکردین به کشتن زنایی که حجاب را رعایت نمیکردن و جزو افتخاراتته که قبل از اینکه بقیه جاها حمله به زنا و کشتن زنا شروع بشه تو در دانشگاه تبریز این رو سازمان دادی. نفر بیشتر نبودن. من یادمه که داری میگی انقلاب فرهنگی رو از اونجا شروع کردیم، حیات دانشگاه تبریز پر شد از کسایی که اصلا دانشجو نبودن، رفته بودید از جاهای مختلف کمیته ای ها و طرفدارای حکومت اسلامی و خمینی و بقیه را جمع کرده بودید و آوردید حیات دانشگاه را پر کردید از کسایی که اون موقع اتفاقا زنجیر و چاقو دستشون بود. این کاملا یادمه. بعد شما از شهر تبریز اراذل اوباش اسلامی رو جمع کردید، با چاقو و قمه اومدید و تمام این اتاق ها رو به هم ریختید، تمام اعلامیه ها رو پخش و پلا کردید، پاره کردید، زیر پا گذاشتید. ولی میدونید چی باعث شد که دانشگاه تبریز ساکت بشه؟ جنایتی که سازمان دادی. راجع به اونم حرف بزن. سه تا دانشجو رو دزدیدید همون موقع و بعد از دو سه روز یکی از اونا که اسمش مسعود بود، دوست من، اتفاقی در خیابان در مقابل دادسرا جسد اون رو شناخت و ما روز بعدش رفتیم یکی از گورستان‌های شهر تبریز مسعود رو دفن کردیم. ولی مسعود رو نه فقط زیر شکنجه کشته بودید، بلکه چشماشو از صدقه در آورده بودید. بله تو پیشروی جریان اسلامی بودی، چون تو جلوتر از خمینی بودی، قبل از اینکه حرفاشو بزنه، قبل از اینکه بقیه رو همه رو سازمان بده، تو در دانشگاه تبریز شروع کردی به چشم در آوردن.
خب استاد سیس شرفشوی مرزه فرمودین این عکسی هم که کنار خانم مینای اسد احدی بود، این هم عکس آقای سید مرتضی پوزیده معروف به پرویز مشکاتیانی، می‌بینین بابا اینشون پاسدار بوده. حالا یه عکس دیگه هم داره کارگردان برنامه که به شما نشون میده که شناسنامه ایشون هست که وقتی ما میگیم اسمش پرویز پزشکیان نیست، عوض کرده اسمش سید مرتضی پوزیده بوده. اینا هم سیدن البته، یادتون نره، یعنی تا سید نباشن اینا پستای بالا رو نمیگیرن. یعنی هم نیا کنین این هم شناسنامه‌اش که اونجا نوشته که ایشون اولا المثنی و اسمش هم پوزیده بوده، این اسم پوزیده رو به پزشکیان ترجیح داده. حالا پیش از این که ویدیو سوم رو ببینیم استاد سیرس شرفشاهی، یه عکس داریم که این عکس نشون میده که شوربختانه جزام، جزامی که محمد رضا شاه باش مبارزه کرد، شهبانو فرح نقش مهم میداشت برای اینکه این بیماری رو به اصطلاح مداوا کنن و محدودش کنن، در ایران رواج پیدا کرده و این عکسی که میبینید این رو وزارت بهداری خود ایران منتشر کرده ولی رسانه ها اصلا در موردش صحبت نکردن. یعنی این که ما داریم الان میگیم رسانه ها هیچ صحبتی در موردش نکردن ولی بسیار گسترش پیدا کرده و داره میکنه. و من میدونید که چقدر دوست دارم همه هموطنانمون رو در سراسر جهان، حتی افغانی ها آریایی ها رو دوستشون دارم، اینا هم میهن ما هستن، ولی ارسال بیماران اینچنینی به ایران یک خطر بسیار جدی دیگری است در رابطه با کل خطرهایی که هست، که متاسفانه اینا برای این نیستن که اینا رو حل کنن، اینا افزایش میدن اینا. حالا برای باز یک اتمام مدت دیگه کرده باشیم با ملت ایران، اون ببینجو چند میلیونی که هنوز خر مقدس هن و نماز و روزه و دنبال دین تازی هستند و هنوز سلام و صلوات و حمد و قل و الله دارن، من میخوام امشب یک سند بسیار مهمی رو برای همه مهربانیان پخش کنم که مربوط میشه به اولین کسی که آدم کراواتی که بعد از جریان 1342 جامعه ایران رو دینی تر کرد و بیوجه دین رو برد در طبقه بالای شهر و فکل کراواتی جان داد، که حتی سازمان مجاهدین خلق، علی شریعتی و خیلی دیگه ای که اصلا جبهه ملی ها که اینها دین رو با سیاست قاضی کردن به خاطر کاری آقا بود. این آقا کسی نیست جز بازرگان، مهندس مهدی بازرگان، که نقش مهمی در سیاسی کردن دین داشت به ویژه در میان روشنفکران. ایشون چند پیش از این که بمیره به من تلفن میکنه، خود ایشون به من تلفن میکنه، ما از اولش ضبط کردیم، دو ساعت هم بعدن سه ساعت صحبت کردیم، اون مفصله، ولی میخوام این گوش کنید ملت ایران، خوب گوش کنید، مهمه. مهندس بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسلامی مورد اعتماد خمینی، که اینها حتی زمان محمد رضا شاه به این افتخار میکردن که در مورد قرآن و این چیز اون و این میشه، ببینید چی میگه در مورد اسلام، میگه با ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، اسلام نیامده است که به ما نماز و ساختمان سازی و آشپزی و اقتصاد و حکومت یاد بده، نماز اومده به ما فقط در رابطه با آخرت، این اسلام دین اومده در رابطه با آخرت صحبت کنه، هیچ کدوم اینا نیست. بعد من بهش آخر سر میگم بس بگو برای هیچ اومده دیگه، که میگه آره واسه هیچ، ولی خب کل برنامه نیست، این چند دقیقه است از دو سه ساعتی که ایشون زنگ میزد به من و با هم صحبت میکردیم. کارگردان عزیز برنامه میبینیم صداست؟ آره بزنین با من عکس داره، یه عکس داره بایش میشه باشون صحبت کنیم؟ بله بله، گوشی حضورتون چند لحظه؟ مرسی. حال زده یه کاغذه نمیخواد سنجیم. الو الو مهندس سازرگان؟ بله قربان. سلام علیکم مهندس. حالتون چطوره؟ جناب دکتر عباسی ارادتمند قربان. بله من بازرگانم. بله ایشون میشه باشون صحبت کنیم؟ بله بله، گوشی حضورتون چند لحظه؟ مرسی. حال زده یه کاغذه نمیخواد سنجیم. الو الو مهندس سازرگان؟ بله قربان. سلام علیکم مهندس. حالتون چطوره؟ جناب دکتر عباسی ارادتمند قربان. بله من بازرگانم. بله حالتون خوبه؟ الحمدلله. سلامتین؟ ما عکس شما رو اخیرا دیدیم در این روزنامه که در واشنگتن در میاد، که نقل کرده بود گویا از مجله ایران فردا بخشی از مصاحبه شما رو دیدم، خیلی جوان موندین همچنان ماشاءالله.
اینجا برعکس همه میگن چقدر شکسته شدی، چقدر پیر شدی. حالا بدون تعارف این عکس، آره عکسی بود که جدید بود ولی شکستگی شما درش نشون میداد. من به تن درست کردم عکسی از اون من تو کیان، اون عکس تازه بود دیگه. تازه بود، آره نمیدونم، من در ایران فردم ندیدم ولی مثل که عکس از خودشون داشتن که زده بودن. خوب هستین شما؟ سلامتی انشاءالله برقراره؟ سلامت هستم مزاجن، اون اندازه که در این سن و سال و در این گرفتاری های فراوانی که برای همه هست میشادم باشه، بعد الحمدلله سلامت هستم. در خدمتتون بودیم که من بایتون صحبت کردم در رابطه با شیخ علی، اون آقا گرفته بودنش و اینا که بعد بعدن دیدیم آقا امیر انتظام رو میگیرن و شما کاری نمیشه متاسفانه کرد. یعنی آره خب هستن دیگه، با امیر انتظام خب گاهی اطلاف ایده میتونیم، من در اروپا و کجا اروپا نمیدونم. من میخوام در پاریس فعالش کنیم ولی من دلم میخواست که شما خودتون در این زمینه اعلامیه میدادین بقیه به اصطلاح تبعیت کنن، ملاحظه میفهمید؟ چون به هر حال تنها عنصریه که شجاعانه مون طفلی، علیرغم این که ما اون سالها یک نقطه نظرهای مختلفی داشتیم بر نسبت به خط برزی از حرکت‌های شما یا حرکت‌های قطب‌زاده یا دیگران، ولی امروز به این نتیجه می‌رسیم که به هر حال بایستی همه همراه و همبسته باشیم و بتونیم از هر فرصتی استفاده کنیم برای اینکه آزادی به میهن برگرده. تازه‌ایه اصلا اسلام سیاسی بهشون، خود من که در هیچ جا نوشته ها و گفته ها یا نهضت آزادی این کلمه رو به کار نبرده بودید، اسلام سیاسی ما جدید دیگه. خب نمیخوام ایراد بگیرم، اون وقت سوالات هم سوالاتی است که خب عمیقه و به نظر من انترسان هم هست این سوالات، طرح این سوال و بررسی این سوالات و جا داریم که خب دیگران هم بکنن و بگن و نظر بدن. یه بیدار میخواه شما حتما نظرتون بدین، این جریان اسلام پروتستانتیسم لایک رو با به معنی خردگرا، یعنی به معنی علمانی، چون به عربی لایک رو اعراب علمانی معنی میکنن از آن لتن که میاد یعنی علمی علمانی. ما یک تقسیم بندی کردیم در خارج از کشور، اسلام رو بنیادگرا، ارتدوکس و فقاهتی سنتگرا و پروتم. خوشحال میشم که شما اظهار نظری بفرمایید. بله خب من برمیادم به اون بحث قبل، روز روز ما باید افکار دیروز رو نوتر کنیم. های مهندسی اسکو و کوایی تو جور این اسلام، اجازه بدید اسکو و کوایی تو جور این اسلام پولیتیک او اسلام آن پووار او ان پووار او دان لو شمن دو پران لو پووار پیس که کانتندی. وقتی که میگیم اسلام سیاسی این خیلی، یعنی هم اسلامی که حاکمه و هم اسلامی که میخواد حاکمیت بگیره، یعنی هم انقلاب الجزایر الان اگر از جای دیگه برای اسلام میجنگن رو شامل میشه، هست ایران که انقلاب رو گرفته و همین دلیل اینه. این اسلام پولیتیک اون اسلام دو پووار، اسلام دو پووار او پووار دو پووار کی و پران لو پووار پس که سفل دو، یعنی اگر آریست پاسخ شما باید شما اسلام خودتون رو تشریح کنیم بعد دیگه. کلی بود پروپوزیسیون دی اسلام پولیتیک، دی اسلام پولیتیک کلی بود پوزیسیون سی و ووله. اگر مایلید این اسلام سوم رو به فرانسه بگیم، یعنی تقسیم بندی اسلام ارتدوکس، اسلام کاتولیک و اسلام پروتستان، که ما اسلام پروتستان میگیم این اسلام اعتراضی که مخالفه، اسلام کاتولیک همون اسلامی که فقاهتی حاکمه و اسلام ارتدوکس اسلام مراجع تقلید که در صندوقخانه های حوزه های علمی است سنتی. اینم خیلی من خودم مایلم که بیشتر در این زمینه، البته اگه بتونید در این زمینه مرغوم بفرمایید من خیلی خوشحال میشم که بتونید منتشرش کنیم اینو. عرض کنم برای اطلاعاتون من بگم که اولا یه سخنرانیم هم که متن اون سخنرانی این بود، آخرت و خدا یگانه برنامه بعثت انبیا. این سخن سعی میکنم انشاءالله هم این سخنرانی چیز رو بله
آخرت و خدا یگانه تنها برنامه بعثت انبیا. اینو بفرستم. این از این بابت که یه مقدار ارتباط داره با همین سوالاتی که شما کردید که در اونجا در اون بحث من آوردم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن، نه اقتصاد یاد بدن، نه آشپزی یاد بدن، نه خونه سازی یاد بدن، نه علم به ما یاد بدن. من آوردم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن، نه اقتصاد یاد بدن، نه آشپزی یاد بدن، نه خونه سازی یاد بدن، نه علم به ما یاد بدن. سفارش کردن که باید علم پیدا کنی باید صاحب داشتی باری برای این نیست و اگر دادن، ولی البته گفتن باید ادارت باشه، فلان باشه، فلان باشه، اما نمیدن یه ایدئولوژی حکومتی، یه برنامه، یه به اصطلاح آیین‌نامه حکومتی برای ما تدوین کرده باشن که ما طبق اون عمل بکنیم. و اصلا مسئله دیانت و حکومت یا نبوت و سلطنت دو مقوله جدای از همه، گویی که به هم مرتبط ارتباط داره و به هر دو هم نظر داره، ادیان نظر دارن، ولی دو چیز مختلفه. خیلی از این مسئله اون تو آمده جالبه. یعنی دین از سیاست جدا است و اصلا دین برای هیچی اومده دیگه، اینطور که شما اینا رو دارین میفرمایین. خیلی از این مسئله اون تو آمده جالبه. یعنی دین از سیاست جدا است و اصلا دین برای هیچی اومده دیگه، اینطور که شما اینا رو دارین میفرمایین. برنامه کوتاه از ساعت‌ها گفتگو با مهندس بازرگان یک زیر خاکی بود و یک سند بسیار مهم تاریخی که من هدیه دادم به برنامه شما. میبینید که ایشون خودش زنگ میزنه به من و میخواد با من صحبت کنه و بعد میگیریم با هم صحبت میکنیم. هدفش از تلفنی که ایشون زد، من مدت‌ها بود که با ایشون قطع رابطه کرده بودم و بهش هم کامل میگم وقتی که امیر انتظامو گرفتن، شیخ علی تهرانی رو هم گرفتن، ما اومدیم با تو صحبت کردیم، اون موقع دیدیم تو بابا برای امیر انتظام نمیتونی کار بکنی، چه برسه بخوای برای بقیه. یعنی از همون موقع کاری نبودی در اون میهن. و با همه اینها ایشون مواردی که اینجا مطرح کرد، استاد سیروس شفشای بنوانی کسی که به ایشون میگفتن آیت الله بازرگان، به طالقانی میگفتن مهندس طالقانی، به ایشون میگفتن آیت الله بازرگان، چون این بیشتر از طالقانی دینی بود. موارد دیگه ای که چند مورد توی همین 4-5 دقیقه بود، یکی دیگه مسئله اسلام سیاسی که اینو سیاوش اوستا از سال 1980 در جهان مطرح کرد که الان شما در امریکا، در اروپا، هر جا میبینید میگن اسلام پولیتیک، یعنی اسلام سیاسی واجهی بود که ایشون اینجا خودش تصدیق میکنه، میگه منی که منم هرگز بازرگان از این واژه استفاده نکردم و این کار توی. و میگم خب خیلی پیش میاد که دیگه امکان داره یه شاگردا از استادا بزنن جلوتر یه کار دیگه بکنن، با اینکه ایشون استاد من هم نبوده هیچ وقت. این مورد اسلام سیاسی است. مورد دیگه که خیلی مهمه تا آخر هم خودش تأکید میکنه که من میگم پس اسلام برای هیچ اومده، میگه الان دیگه من به این نتیجه رسیدم و این نتیجه تلاش ها و صحبت ها و بحث ها و گفتگوهای مستمر رواست که همینجا شما دیدید تقسیم اسلام به ستا و فلان اینا، که میگه آقا الان دیگه من بر این باورم که اسلام فقط اومده برای آخرت و خدا. هدف بعثت انبیا نه که اسلام، میگه همه میگه این اومدن که آخرت رو بگن و خدا، یعنی هیچ، یعنی هیچ، یعنی آخرت که اون دنیاست، خدا هم که حالا هست نیست. اینه که این مورد خیلی مهم بود استاد چیز شرفشوی که هدیه کرده به برنامه شما، که همه اونهایی که یزدان گواهه، حتی همین سید علی خامنه ای، افراد بسیار دیگه که عمامه سرشون بود، بازرگان رو مثل امام قبول داشتن. اصلا وقتی میاد همه شورای انقلاب که اکثرشون آخوندن، از متحریش گرفته و تاقچه و بهشتی و همه اونا پیشنهاد میکنن که آقا بازرگان نخست وزیر کن، که خمینی میکنه بازرگان نخست وزیر. خب وقتی این بابا میاد میگه اسلام برای هیچ است، شما مردم و خود اینا هم که الان تو قدرتن همه یا انگلیسی هن یا آمریکایی هن یا چینی هن یا روسی هن یا وابسته به اروپا هستن و برای پول و ثروت و قدرت اونجا هستن، شما چرا میرید توی صفوف آراء اینا، توی صفوف لشکر اینا رو سیاه میکنید، سیاهی لشکر میافرینید برای کسایی که منار ساختن دست کله باباهای شما؟ بعدم محرم شروع شده، شما بزن تو سرت محرم استاد سیروس شرفشاهی برای جهان عرب، برای جهان اسلام محرم
فروردین ماهشونه و عید سال نوشونه. تاسوعا و عاشورا مثل سیزده بدر میمونه که ما داریم سیزدهمین روز، اونها نهمین و دهمین روز سال نوشونه که جهان اسلام جشن میگیره، جهان عرب جشن میگیره. شما تو هر مملکت عربی اسلامی الان برید محرم شروع شده، جشن شادیه. اینا اومدن به خاطر کشتن پدر بزرگ آقای خامنه ای و خمینی و خاتمی و سید مرتضی پزشکیان و همه اینا، پدر بزرگ این هاست، پدر بزرگ اینها برای قدرت میاد در کوفه و اونجا کربلا و اینا کشته میشه برای قدرت، و ایرانی هم تله میذارن. اصلا ایرانی ها تله میذارن که حسین بیاد اونجا کشته بشه. اصلا ایرانی هم که میان جنگ داخلی خوارج نهرمان درست میکنن، ایرانی هستن که همین خلفا رو اعدام زدن کشتن از دم، همین خلفا رو. وقت تو عنصر ایرانی چگونه است که بعد از 1400 سال اینگونه بخوای زبون باشی و فرزندان خودتون رو پاس ندارید، دختران خودتون رو مدافعشون نباشید؟ این مرثیه رو باید هر روز بخونید به گوش پدر و مادرتون، که این بازرگانش میاد اینو میگه، میگه برای هیچ از دین. وقت سر شما رو بند بکنن، برای روسری بکشن، برای نماز چه بکنن، برای آستین فلان چه بکنن؟ شما مردم غیرتی نداریم؟ غیرتی استاد سیروس شرف شایی، هنگام تعارف تموم شده. با ملت ایران باید واضح سخن گفت. مردم، نقشه نابودی ایران که از هزاران سال پیش ریخته شده بوده، الان با این بیغیرتی میلیونی که شما ها دارید مطمئن باشید پیش میاد و ایران بدتر از لبنان و سوریه با خاک یکسان میشود. و بعدم همچنان که الان خود اینها مگه شما دلشون برای رئیسیاشون و فرماندان سپاهشون و مزدوران دیرین خودشون نمیسوزه، میزنن میکشن، دلشون خواهد برای مردم شما بسوزه؟ شما رو که همون موقع گله گله فرستادن تفجیه رفتن روی مین. من امشب با دکتر جعفری دوست عزیزم که در مشهد هست، همین شما میشناسین، جز اون چند نفرش که امضا کرده زندان بوده بارها، اونا دکتر جعفری ریختن زدنش، استاد دانشگاه، بازمانده جنگ، معلول جنگی، میگه آقا من هستیم و زندگیم و برای جنگ رفتم. من ایشون کسی بوده، استاد سیروس شرفشاهی، اینها بچه هایی بودن که اگر اینها قواسانی که اگر اینها نبودن که جانشون رو دادن رو مینها رفتن، صدام حسین اصلا هدف جهان این بود که همون موقع ایران رو نابود کنن، همون موقع ایران رو بگیرن، همون موقع ایران گربش رو بکنن موش. وقت شما ملت موش شدید و اینجور واقعا شرم‌آور استاد سیروس شرفشاهی دیگه. آدم واقعا ماها هممون اینقدر از همه چیز بگذاریم، شما شخص، شما شخص شجره، آقا سال هاست که از همه چیز ما گذشتیم به خاطر شما مردم، و شما مردم امروز این چنین باز میرید صف اینا رو پر میکنید و دعواتون هم میشه چپ و راست که آقا به ما فحش دادن، ما رفتیم رأی دادیم. شرم‌آور استاد سیروس شرفشاهی، انسان دیگه نمیدونه چه باید بکنه. و بعدم الان اینم حرف پایینی رو بزن، چون میگه دشمن نتوان حقیر و کوچک شمرد، باید واقعیت ها رو بفهمید تا بدونید چه سرای بزرگی وقتی نخود سیاه میریزن جلویتون، ببینید چه سرتون میاد. بدبخت های بیچاره، هم میهنان عزیز من، خبر ندارید، بهتون میگم، در فرانسه جمهوری اسلامی پیروز شد. در فرانسه سه تا حزب مقتدر اومد در اول بالا، یکی چپ خاویار میگیم، یکی خود گروه مکرون جمهوری خواه، و سوم جبهه ملی افراطیون. هر ستای اینها وابسته به جمهوری اسلامی هست. اون جبهه ملی که از سال 1980 من مقاله نوشتم، این آقای لوپن هر سال برای عید رفته خونه آقای سفارت جمهوری اسلامی خاویار خورده، و بعدم الان میگن اینا از مسکو پول میگیرن، وام و اینا میگیرن، بعدم اینا همه مدافع جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه هستن، الان توی اتحادیه اروپا رفتن با روس‌ها هم پیمان شدن. این گروه چپ فرانسوی هم، حالا من خوب قضاوت نمیخوام بکنم، خب شما خبر دارید چون توشون آدمای خوب زیاد داره، اینا هم جناح چپ، جناح فلسطینه. الان شما بزنین ریما حسن، دومین فرد همین تشکیلات، ریما حسن یه خانم شیعه فلسطینی تو حلب به دنیا اومده، تو حلب بزرگ شده است، که الان اینا شما رو مردم نخودسی ها میدازن جلوتون، اینجور الان داره متاسفانه با پول شما دنیا رو دارن به آتش و جنگ میکشن و جنگ جهانی بزرگ رو را میدازن به خاطر چند میلیارد بره. حالا ایران چه سرش بیاد خدا میداند.
بسیار سپاسگزارم از شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. سپاسگزارم استاد سیس شبشایی، سپاسگزار کارگردان برنامه، بدرود. با قول شما تا بله. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقز دوست، سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.